السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم شب يتيم امام مجتبى همه سلام بدیم به سمت کربلا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد حسين وعلى أصحاب الحسين يا أمو يا که دیگه مستجاب شده دعای قاسمت داره عسل میچکه از لبای قاسمت از زیر دست و پا میاد صدای قاسمت بیا عمو بیا نمونده جونی برام عمو جان در نمیاد نفسام سلام تو عمو جون میرسونم به بابا افتادم از روی زین بیا کنارم بشین بیا ببین که میکشم رو زمین هر کاری کرد لشکر حریف قاسم ابن الحسن نشد چند نفر رو فرستادن همه رو به درک واسن کرد آخر کار صدا زدن هیچ راهی نداره باباش امام مجتبی رو مدینه تیرباران کردیم خودشم الان سنگ باران میکنیم دورش کردن ابی عبدالله اومد دید قاسمش بین یه مشنا مرد اسیره هی صدا میزد عمو جان برس به دادم کجایی قاسمم تو رو خدا شبیه اکبرم نکن پیرم جواب بده جواب بده وگر نمیمیرم نشونی تو رو یا ابا عبدالله نشونی تو رو از روی سم اسبا میگیرم
کجای قاسمم، اگرچه مثل علی کم نشده از تنت، ولی شبیه عسل کشیده شد بدنت. عزیزم پات به رکاب نرسید موقع رفتن، امو حالا شده قامتت بلندتر از من، امو شیخ جعفر شوشتری میفرماید دو دلیل داره قاسم که به میدان میرفت پاهاش به مرکب نمیرسید، اما ابی عبدالله وقتی بدن قاسم رو بر میگردون خیمه، پاهای قاسم به زمین کشیده میشد. فرمود دو دلیل داره، دلیل اول اینه شدت مصیبت انقدر زیاده، ابی عبدالله با کمر خم شده بدن قاسم و داره میاره خیمه، اما دلیل دومش اینه یه کاری با این بدن کرد، سم از بدنش کشیده شد، هم قد بدن سقا شد، های رحم الله من نادا و حسینان.